پوشش افتخار میکنیم. احمق، ما که مثل شما خر مقدس و فلان اینا نیستیم، ما افتخار میکنیم. یک دخت زیبا و یه رعنا و یه آریایی بشه شهریار میلن بعد وقتا شغل فقل فتوفت مال خودتون اونا. و اینم به شما بگم، فکر نکنید چه سیاوش اوستا بچه میشده و حرم امام رضا و فلان اینا. من 16-17 سالگی در مشهد وینروالد رو مدیریت میکردم، رستوران با موزیک کابار مانند، موزیک زنده، و آدمای درستابی شهر میادن اونجا شبا میرقصیدن، خود منم میشستم رقص اونها رو تماشا میکردم. موزیک زنده، احسان تقویان، افشین دیهیم، سراج، اینا موزیسین های من بودن. ما از قدیم هم همین بودیم، فکر نکنید یک شبه اومدیم و حالا اومدیم مثل خیلی آقا. من همون موقع یادمه، الان چنیدین توی این فرنسی ها دختره رو کشتن چون عرب بوده بود، رفته بود با کار سکسی، حرف سکسی زده بود، حرف زده بود کشتنش پسر رو. حالا کار نداره، انسان برای ما زیباییش همون زیباییست که خدا آفریده، چادر و چاقچور و اینا برای شما مقدسه. بدبخت ها، بیچاره ها، ما افتخار میکنیم به زیبایی، زیبایی که دخت ایرانی داشته، داره و الان هم داره و الان هم پیروز شد در ایران. هر کسی که میاد میگه حجاب سرت کن، میزننش. و شما مردا باید غیرت کنین، در دفاع دختر اینا رو بزنین، کلانتری هم برین نترسین. کلانتری هم رفتیم بگین آقا من امر به معروف کردیم، ما نهی از منکر کردیم، امر به معروف کردیم. این لندهورای گوساله مزاحم ناموس مملکت ما شده بودن، ناموس ما خواهر ماست، ما زدیمشون. بله اونا ناموس ما رو داشتن میزدن، ما هم اینا زدیم. به خدا بی شوخی میگم برید بزنید، اینجوری دفاع کنید. ارتش شاهنشاهی، نیروهای پلیس شاهنشاهی، نیروهای اطلاعاتی امنیتی در همه ارگان ها زیادن، هرگز نترسید. زندانم که برید از توماج صالحی که خطرناکتر نخواهید بود. ما قول دادیم آزادت میکنیم توماج جون، دوبارم گرفتند آزاد شدی. قدرت شما، قدرت ایران آریایی در جهان قوی است، قدرت دارید شما مردم. خودتون هیچ حساب نکنید، خودتون رو هیچ حساب نکنید. الان همین به مناسبت عید نوروز چندین هزار نفر از زندانیان عزیز ما آزاد شدن و رژیم الان اون رژیم سابق نیست، آب شده. در برابر شما هر چی بیشتر شما مقاومت کنید، پایداری کنید، بیشتر تسلیم میشه. این رو از من بشنوید، خواهش میکنم. به چه زبونی اینها بیان به شما بگن در داخل کشور که آقا ما با شما ایم؟ به چه زبون بیان بگن آقا ما با شما هستیم؟ ببینید فیلم ساختن از همون زمان فیلم امام علی، بعد تا مسافر ری، بعد تا اون کلاه پهلوی که رضا شاه میاد آخونده دیگه دست با میزنه کتک میزنه، یکی هم چیزی بود نازنین های من. مسافر ری رو که ساختن تو اون نشون میده که دختره ما رو چجور به بردگی گرفتن، میبرن چجور سادات تازی گنجینه ها دارن که میان وارد ایران میشن با گنجینه هایی که دارن، میخوان همه رو بخرن و بنی هاشمی کنن. مسافر ری برید ببینیدش پیامش توش. نام ابراهیم اشتر، ملیت عرب، اقدامات جنگیدن در رکاب مختار ثقفی، شهرت در ایران وحشتناک. نام رستم فرخزاد، ملیت ایرانی، اقدامات دفاع از خاک ایران، شهرت در ایران ناشناخته. نام رادمان پورماهک، ملیت ایرانی، اقدامات زنده کننده زبان پارسی، شهرت در ایران گمنام و ناشناخته. نام محمد ابن جعفر، ملیت عرب، اقدامات حمله کننده به خاک ایران، شهرت در ایران بیش از اندازه. نام یوتاب، ملیت ایرانی، اقدامات آخرین مدافع ایران در مقابل اسکندر، شهرت در ایران در حد اسم. نام سوسانو، ملیت کره‌ای، اقدامات فتح صدا و سیما، شهرت در ایران بیش از اندازه. نام سلمان فارسی، ملیت ایرانی، اقدامات خیانت به ایران، شهرت در ایران بسیار زیاد. نام بابک خرم‌دین، ملیت ایرانی، اقدامات
22 سال دفاع از ایران در مقابل اعراب، شهرت در ایران خیلی کم. هر کشوری این اسطوره ها رو داشته باشه ازشون هزاران فیلم تاریخی میسازه، اون وقت ما به تاریخ بیگانه بیشتر اهمیت میدیم. لطفا نظرتو کامنت کن و این پست رو به اشتراک بذار. اون امام علی که یارو مست میکنه رو بو میده دهنش رو نماز عوضی میخونه. خب آمدن همه اینا که زیادم است، تا اینکه آخر دیگه آخوندا رو میزنن با تیر میکشن و فلان و میوکتک و درگیری و فلان. اینا رو به شما که نشون میدن که علکی که نیست، که ده ها فیلم اینجوری ساختن، ممنوع کردن سابق، ممنوع. من خبر دارم سینماگران ما نازنینا ده ها فیلم ساختن تا اینا رو ممنوع کردن. رضا رویگری که نقش یکی از سرداران بابک خرمدین رو بازی میکنه که عربه رو میندازه میگه تا عرب میکشی بگوش چیکار داری برفا، میگه ما هر کسی را مورد نمیکشیم فرا. دیدید که اون کاره اینا ما مسافره از که خب فیلمساز میاد 10 ساعت فیلم میسازه برای نیم ساعت. مثل که الان مصر اومده حسن صباح ما رو ساخته، عمر خیامی پوفیزا رفتن برای ما فاطمه زهرا حسین محمد علی کربلا عاشورا یوسف زلیخا نشون میدن. یوسف زلیخا ایران رو بیان نشون بده، سیاوش و سودابه است. این پوفیزا اینم یا کمیل دای کمیل که میخونید، این کمیل کی بوده مگه؟ کمیل کیست؟ کمیل ابن زیاد نام شخصی است که در سال 36 هجری از سوی علی به حکومت پارس در ایران منصوب شد. او بر تمام منطقه پارس حکومت میکرد. پس از چند کمیل آگاه شد مردم پنهانی به زیارت آرامگاه کوروش میروند. او برای جلوگیری از این کار و بیدار نشدن احساسات ملی‌گرایانه در بین ایرانیان تصمیم گرفت آرامگاه کوروش را ویران کند. هنگامی که اقدام به این کار کرد، مردم دلیر پیروزآباد، شهر گور که آن زمان از شهرهای پر رونق منطقه بود، بر علیه او شوریدند. کمیل پس از کشتن هزاران ایرانی به شام گریخت. امروز کمیل کسی است که دعایش ما را به بهشت می‌برد و مسلمانهای ایرانی به ویژه آنها که غربت کوچ کردند از روی ناآگاهی، هر هفته دست جمعی شبی را به خواندن دعای کمیل می‌پردازند. شما بایستی مردم این رو بدونید که با شما آقا آمدن این فیلم دوربین کار گذاشته بودن، این آخونده به ما تحت هم میگذاشتن و کارهای سکسیشون رو فیلم ها رو منتشر کردن. چون تو فکر کردی اون فیلم رضا حسین علی اکبر داریوش کوروش محمد میتونه امکان داشته باشه که یکی از رهبران نظام دو تا برن همخوابه بشن مرد، بعد دوربین هم کار بذارن؟ خب اینا نیروهای اطلاعاتی شاهنشاهی گرفتن پخش میکنن که آبرو اینا رو ببرن. قدرت باید داشته باشید، شما بدونید قدرت دارید. وقتی میان میگن آقا لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بچهش جاسوس آمریکاست، جاسوسه، تو دفترش دختری که داره کار میکنه جاسوسه انگلیس و آمریکاست. اینا رو اطلاعات از کجا در میارن؟ خب اطلاعات از درون خود نظام اینان به هزار زبان بی زبانی دارم. یا مثلا همین اخیراً همه شون میگن آقا ما دستور ندادیم کسی رو بزنن بگیرن، قانون رو اینا دارن میبرن مجلس، مدتیه قانون تصویب کنن به خاطر حجاب رأی نمیاره، میندازن کنار، تو خودشون درگیرن، آخوندان الان با اینا درگیر شدن. خب اینها همه داره یعنی به شما میگه که آقا تو هم میتونی کتک بزنی مزاحم زن مرد رو و برین دادگاه، برین کلانتری آرگومان یعنی استدلالتون استدلال این باشه که این آقای ریشو مزاحم شده بود، ما رفتیم دختر ایرانی نجات دادیم. در شهر سبزوار یک جوانی رفت همین کاری کرد، اون جوان کشته شد و اون جوان رو به عنوان شهید و خود بخشی از نظام رو بزرگ داشت. بعد وقتا اینا شعارهای امکانات و تبلیغات مثبت به نفع شماست که یاد بگیرید بیاید اقدام کنید دیگه، نه اینکه بشینید اونجا بچه ما اینه کتک بخورن بلا، نباید جشن اجازه رو بدید. حالا شاهزاده رضا پهلوی سابق بوده، حالا رفته اونجا، خیلی هم ازش سپاسگزاریم، بزرگترین خدمت رو به آیین اوستا کرد. و رضا پهلوی امروز همچون که خودش رضا پهلوی سابق نیست، مشاورانش مشاوران
روشن اندیش خردمند ایرانی آریایی هستند که تجربه های وسیعی در میدان نبرد با خود همین نظام نفوذی هم اگر بودن نفوذی بوده بعد مخکی کسی جای کسی دیدی بیچاره و انسان های خردمند باهوش ایران دوست الان در کنارش هستم به عنوان مشاهده دیگه چپول مپول های مارکسیست پارکسیست های توده یا سابق و اینا نیستم یکی دوتا آدم ترگور برگور اندیشمند ایرانگرای اوستاگرای زرتشت دوست کنارش هستن اینا همه مهم مؤثره بلدم از همه مهمتر سه تا دختر داره دختراش دخت امروز اندیشمند روشن فکر دیگه مامان بزرگ ننه فریده نیست که بخواد بیاد ننه فریده اینا رو هاخ نمازتون رو خوندین روزتون رو گرفتین یک روزه ابوالفضل هم تو این پاریس بذاریم این خیابون نزدیک برج ایفل خانمان گنده یک روزه آیت الله روحانی اینجا بود اینم بگم امروز که دیگه آیت الله روحانی رفیق منم بود بهش بودن آخوند ساواکی نزدیک 300 متری خونه فریده خانم خونش بود یه بعض وقتی میرفت خونه فریده خانم روزه میخون یه بار دو بار به من زنگ زد گفت فلان جون ما بیا بریم روزه ما رو اینجا گوش کن دیگه کمتر توی رادیو به آخوندا بپرینا روزه میخون خب الان اونم نیست و خانم و بعدم شهبانو خودش عزیزمه این زن بزرگوار بارها اومده خودش گفته آقا هرچند دوربر شهبانو هم تا همیشه جاسوس ماسوس انگلیسی آخوند و اینا بودن اینا همیشه بوده جاسوس ها که آدم نمیشناسی که جاسوس که اینجاش نرمشته جاسوس میاد شهبانو میشه تاریخ فلان میده 1500 شاهنشاهی تاریخ فلان فلان و اون میاد میزه 1400 شبزی اون جاسوس اینا جاسوس هم شهبانو هم دیگه آخر عمر یا رو آخر عمرش که نمیخواد بیرونش کنه حقوقش بهش میده زندگیش رو بگذارونه اینا رو زرنگ باشید بفهمید به شهبانو توهین نکنید به رضا پهلوی توهین نکنید بفهمید دیپلماسی یعنی چی سیاست یعنی چی خصوصا این جریان لنه رو که به شما گفتم برای که دیگه همه چیز شما گفتم چون دوستتون دارم بلاتی را شاه خیلی عصبانی بود از وقتا از دست فرید خانم و حزب الله بازیاش سجده بازیاش و قطب بودنش و از اینا ناراحت بود اینو بود بگیم الان من نمیگم ای به لنهاتون رو روشن کنی باباهاتون رو روشن کنید خب این مشکل تاریخی ما بوده الان دیگه نسل نور و ایمان و فرح یاسمینشون نماز خون و روزه خون نیست مادرش مدرنه خب بچه های مدرن هم بارو برده بچه های فکر بابا رو میتونن عوض کنن ولی این شد حالا اگه یک بار یه موقع 10%، 2%، 5%، 20% آدم به کسی انتقاد داره نفیش که نیست یا کسی یک اشتباهی خطایی میکنه دوستمونه که تذکر میده این هم تو ذهنتون بکنید جریانه که یاسمین دیگه ننه نیست که ننه بازی به خاطر اندازه و سید بازی با بچه هاش فرمانده هستن مثل دختران آریایی ولی یک هدیه امروز به جهان آریایی بدم اونم اینه که ببینین بعضی وقتا محمد رضا شاه شاهنشاه آریامه شهبانوی عزیزم خانم خوشگل قد بلند ابرو کمند بسکتبالیست و شاه یکی از افتخاراتش محمد رضا شاهی بود که یک دختر تهیدست دیر که توی یک اتاق دو در سیمتری اینجا زندگی میکنه بورس تحصیلیش تموم شده پول نداره مادرش بنده خدا کار میکنه تو شالیزار مالیزار خودش اینو عمر شهبانو گفته میره اون رو میگیره یم از شکوه و عظمت پادشاه ماست آخرین پادشاه ما که به زودی شهریاری باز دیگر خواهد آمد ببینید شاه محمد رضا شاه آریامه اگه تاج سر فرح میذاره میگه تاج سر زن ایرانی گذاشتم میگه چرا شاهنشاه میگه همه مردم ایران شاه و من شاه شاهان و الاخر حالا اونی که میخوام به شاه بگیری که ببینید از چقدر زله بوده از دست این ننه ها این سید بازی ها یا خوندک بازی ها شما یاد بگیر ننه خود تول برو روشن کن عزیزم کومیل و مومیل و خالد ابن ولید و اینا رو اول ننه خود روشن کن محمد رضا